پورشه کاررا 904 GTS 263 کیلومتر در ساعت سرعتشه، برای سال 1963 و 8 سیلندره. من خواستم یه مقدار روی ماشینا بیشتر توضیح بدم، ولی چون که انقدر تعدادش زیاده، فقط تو این ویدیو هدفم بود که مثلا یه کلی همه ماشینا رو بتونیم با هم ببینیم. و پورشه 907 در سال 1967، 8 سیلند، 295 کیلومتر در ساعت سرعتش. واقعا زیباه. فعلا در مورد جزئیاتش نمیتونم، زمان نمیشه صحبت کنم، ولی میتونیم اینجا سنگدوزش رو و این بنای معروف پورشه با هم اینجا سیستم کولینگش رو ببینیم. داره نمای پایین تر بگیرم، قشنگ میتونه زیبایی و ابهت شدیم. خب توی ریسینگ دیگه واقعا بالاتر از پورشه دیگه، تو اون دوران حرفی کسی برای گفتن نداشت. کمپانی پورشه 908 کوپه برای سال 1968، 8 سیلند، 320 کیلومتر در ساعت سرعتش. دیگه همینطوری داره میره بالا دیگه. قسمت داشبوردش جالبه. اینم سیستم عقبش. حقیقتا نمیدونم اینا چیه، ولی سعی میکنم یه بار بخونم در موردش توضیح کامل بهتون بدم. الان فقط یه نمای کلی از ماشین داشته باشین. این اسپویلرهای متحرکش که برای زمانی که سرعت بالا میره یه جوری ترمز اولیه حساب میشه و میتونین از این نما هم ببینید. خیلی زیباه حقیقتا. باید باشین از این ببینین، فکر نکنم تو ویدیو خیلی بشه. واقعا خواسته داره از عقب تنه آخون. خب میایم این سمت. پورشه 908 اسپایدر بسه سال 1969، 8 سیلند، 280 کیلومتر در ساعت سرعتش. این مدار زبون آدم بند میاد، انقدر جزئیات رو میبینی. مثلا ماشین برای چند سال پیشه؟ 30، حداقل 50 سال پیشه. ببینید چه تکنولوژی، چه سیستم موتوری، سیستم هندلینگ شاسیش و مثل حالت اینجا میتونیم موتورش رو ببینیم از بالا. و این هم صندلی های داخلشه. بچه هم اومده اینجا. واقعا زیباه. این هم زبون آدم بند میاد از این همه جزئیات و دیتیل. مثلا برای 50 سال پیش، 60 سال پیش. و ببینید چه تکنولوژی داشتن. حالا از این نمای این سمت هم میتونید ببینید. خیلی خصوصی بود. این ترکیب رنگ قشنگ سبزش برای این بالهای عقبش. و من هنوز حقیقتا این سیستم اگزوزش و اینا
خیلی برام هیجان انگیزه واقعا. حجم قطر لاستیک و سیستم کمک پنلش، انجینش و سیستم های کنترلش. خب اینجا با هم میریم سیر تکامل پورشه 917 بین سال 1970 تا 1973 که 5 مدل کار اینجا میبینیم که از سال 1970 شروع میکنیم. پورشه 917 LH کوپه که ماکسیموم سرعت 387 کیلومتر در ساعت هستش که 12 سیلند 180 ویه. نما از اینجا داشته باشیم. پورشه هم که دیگه گفتن نداره تو زمینه ماشین ریسینگ، فوق‌العاده است. خیلی تاریخچه خیلی قوی داره، خیلی مسابقات خیلی بزرگی رو تونسته ببره. اینجا هم سی جالب بگم سیستم الکتریکیش که اینجا هست این با هم ببینیم و فنه برای سیستم کولینگش و خنک کنندهش. این با هم یه نماز عقبش هم داشته باشیم. یه اسپویلر های ولاده خفن که اکثر این اسپویلر ها توی این مدل ها متحرکن، یعنی بر اساس اینکه سرعت. از این زاویه هم با هم ببینیم که ولاده دیگاه بریم این بر. یه مدل بالاتر از قبلیه که کاهچه، پورشه 917 کاهچ که این برای سال اولی برای سال 1971، 12 سیلنده و 360 کیلومتر ساعت سرعتش که یه نماز بغل با هم ببینیم که یه مدل بالاتر از اون قبلیه و نقام سیستم وتر لاستیکاشو اینجا میتونیم با هم ببینیم. بعد اینجا میاد 917C برای سال 1972، 360 کیلومتر سرعت. سیستم های برای لفتونش و هواش هست. سیستم ها میتونیم با هم ببینیم. نمای عقبتر سیستم خنک کننده چلوش و داخل هم سیستمی که راننده اطلاعات فنی که نیاز داره. سیستم عریضش و خیلی جزئیات قشنگی داره. و برای من همیشه این قسمت عقب ماشین با هم یه مدل بالاترش رو ببینیم به 917-17-20 360 کیلومتر در ساعت و میبینیم سیر تکاملی که طی کرده تا رسیده به این مدل. مدل خاص زیباره. چرا جلوه نم دلچه ورود خروجه
بابا اینجا از اینجا میتونی پهناش رو ببینم چرخ دستی بچه هم که کنارش هست یه مقایسه خوبی میتونی انجام بدیم که ببینیم چه وسعته چه پهنایی داره چیزی انداختن این تو دنبالش میگردم محصولش هم اومده این برای سال 1973 است 385 کیلومتر ساعت سرعتشه این دیگه آخرین مدل 917 است این مدل ریسینگش استفاده شده انداختن این تو رو محصول هاشو مارم اینجا آخرش این قسمت پنل رفتون بشین جاست این پراش بغلاده هست چون میتونه نماز بغل داشته باشیم میگم اینا هم فلانی داره مشکل برخورده این نفر یه چیزی اندفته بخورده برای چیه هواش خب این 917 هم که کل خلصه شو سه تکامل صحبت هم اول که شروع کردیم تا اینجا میتونیم ببینیم که فوق‌العاده خصوصی با